سرخط خبرها شلی که بیش از هشتاد موشک از جنوب لبنان به شمال فلسطینی اشغالی اختلافات آمریکا و اوکراین درباره جنگ و فشار سنگین دموکرات ها برای کنارگیری بایدن از کارزار انتخابات به نام خدا سلام به این خبری از خوش آمدید منابع خبری گزارش دادن که بیش از 80 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطق صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی از جمله اسفال جلیل شلیک شده است این منابع همچنین از وقوع آتش سوزی در شهرک صهیونیست نشین المناره پس از موشکباران این منطقه خبر دادند رسانه های سهیونیستی از به درآمدن در آمدن خطر در شهرک یاچمونه و, یا و اطراف آن در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند الله در بیانیه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان تجهیزات جاسوسی دشمن را در سایت نظامی مالکیه با سلاح مناسب هدف قرار دادند و خسارتها و تلفاتی به دشمن وارد کردند در بیانیه دیگر حزبالله آمده است که تجمع نظامیان دشمن را در سایت نظامی مثلث با موشک هدف قرار دادیم و تلفاتی به دشمن وارد کردیم حزب‌الله در سومین بیانیه خود اعلام کرد که رزمندگانش سایت نظامی رامشا مربوط به ارتش رژیم صهیونیستی در تپه‌های کفر شوبای اشغالی لبنان را با موشک هدف قرار دادند. از سوی دیگر حزب الله از شهادت محمد قسان از اهالی شهرک المنصوری در جنوب لبنان در راه قدس خبر داد. حزب الله در بیانیه دیگر اعلام کرد که رزمندگان سایت نظامی سماقه ارتش رژیم صهیونیستی در تپههای های اشغالی لبنان را با مشک هدف قرار دادند و تلفاتی به دشمن وارد کردند منابع خبری از موشک باران اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در بلندی های جولان اشغالی سوریه خبر دادند حزب الله همچنین پایگاه نفه رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان موشک کرد رسانه رژیم صهیونیستی هم از به در درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین دفنا هگوشریم دان شاریشوف و شنیر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند المیادین هم از موشکباران دوباره مواضع رژیم صهیونیستی از سمت جنوب لبنان خبر داد نخست وزیر سابق اوکراین میگوید که آمریکا از عملکرد این کشور در زمینه بسیج نیروهای نظامی ناراضی است نیکولا آزاروف نخست وزیر اسبق اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا تعداد نیروهایی را که اوکراین برای اعزام به میدان نبرد بسیج کرده ناکافی دانسته و از این موضع ناراضی است نخست وزیر سابق اوکراین یادآور شد که بعد از تصویب لایحه تسهیل بسیج نیرو تعداد نیروهای نظامی اوکراین افزایش خواهد یافت اما دولت اوکراین نتوانست آن را به رقم تعیین شده از سوی آمریکایی ها برساند. آزاروف در پیامی در پیام رسانه تلگرام نوشت که مقامات آمریکایی از اوکراین ناراضی هستند و به آنها گفتند که شما قصد داشتید این تعداد نفر نظامی را بسیج کنید ما برای شما بودجه لازم تامین سلاح برای آن تعداد نیرو را فراهم کرده ایم ولی شما نتوانستید به توافق خود عمل کنید و در اوکراین به نفع امضای توافق آتش موقت نارامی

در همین حال برخی از قانونگذاران دموکرات از چاک شومر رئیس اکثریت مجلس سنا و حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا خواستند تا به طور محرمانه از جو بایدن بخواهند از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 کناره گیری کند به نقل از ایسنا پنجشنبه شب اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حضور جو بایدن و دونالد ترامپ برگزار شد اما عملکرد ضعیف رئیس جمهور بایدن لکنت ها و قدرت تکلم ضعیف او موجب شد تا رسانه ها سیاست مداران و حتی دموکرات های نزدیک به این رئیس جمهور بکنه هایی را نشان دهند همچنین طبق نظر سنجی CNN که فورا پس از اتمام مناظره انجام شد 67 درصد از بینندگان این برنامه فکر می کنند که ترامپ از این مناظره 90 دقیقه‌ای پیروز و سربلند خارج شده است پایگاه خبری اکسیوس گزارش کرد که برخی از قانونگذاران دموکرات از چک شومر رئیس اکثریت مجلس سنا و حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا میخواهند تا به طور محرمانه ریش رئیس جمهور این کشور درخواست کنند تا از انتخابات ریاست جمهوری 2024 کناره گیری کنند این قانونگذاران معتقدند که اگر جو در انتخابات شکست بخورد شانس دموکراتها برای حفظ مجلس سنا و بازگرداندن اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از بین خواهد رفت چندین نفر از دموکرات ها از انکار بایدن 81 ساله در خصوص مناظره بعدی که داشته خشمگین شدهاند و این مسئله خشم آنها را نسبت به عملکرد ضعیف رئیس جمهور دوچندان کرده است افسون بر این برخی از دموکرات ها معتقدند که کاخ سفید میخواهد از بایدن در برابر افرادی که خواستار کنارگیری او هستند محافظت کند یکی از دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا میگوید نمیدانم چه کسی تصمیمات را میگیرد واقعا این چه کاری است که بایدن با رهبری کنگره در تماس نیست اکنون همه میدانند که او ممکن است آره برای کسب و اکثریت ما هایی به بار بیاورد قانونگذاران همچنین روایت هایی را از زوال عقل جو به اشتراک میگذارند نانسی پلوسی رئیس سابقه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به عملکرد ضعیف جو بایدن در اولین مناظره انتخاباتی 2024 گفت که مطرح نمودن سوالاتی درباره سلامت روان بایدن امری مشروع است. همچنین یکی از مقامات کاخ سفید باکسیوس با گفته است که تعدادی از دستیاران بایدن در حال طرح پرسشهایی درباره سلامتی روانی او هستند. آنها نسبت به آنچه می‌بینند عصبانی هستند. به نوشته پایگاه خبری اکسیوس، دموکرات‌هایی که زمانی ترامپ و حامیانش را احمق و دیوانه می‌خواندند اکنون خودشان نظر مشابهی را درباره جو بایدن دارند و از افرادی که از این پیرمرد 81 سال دفاع می کنند به سطوح آمدند. ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما نبر در نوار غزه را باخته ایم و نتیجه جنگ گسترده با حزب الله لبنان شکستی راهبردی برای تلاویو و ورود به جنگ منطقی و مشارکت ایران خواهد بود گزارش روز چهارشنبه از ایرنا اسحاق برگ در گفتگو با شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان اظهارات مقامات کابینه حاکم رژیم صهیونیستی درباره جنگ تا نابودی جنبش حماس را شعاری دانست و افزود که با وجود نابود شدن زیرساختهای شهری نوار غزه تونلهای جنبش حماس در حدود نه ماه جنگ علیه این منطقه از بین نرفتند این مقام صهیونیست از احیای نیروی انسانی و قدرت جنبش حماس در نوار غزه خبر داد و افزود حماس مثل دوران پیش از جنگ در ده هزار نیروی رسمی دارد و جوانان جایگزین رزمندگان شهید حماس شدند بریک یک دنیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی درباره شهادت دهها یا صدها عضو جنبش حماس در نبردهای میدانی را دروغ دانست و گفت که ارتش اسرائیل از جنگ خسته شده و مهمات کافی ندارد و خواهان آتش بس است به نقل از فرماندهان میدانی ارتش اشغالگر در جنگ علیه نوار غزه گفت که ارتش اسرائیل در جنگ علیه غزه شکست خورد و فرماندهان معتقد از پیروزی بر حماس ممکن نیست و ادامه جنگ فقط منجر به کشته شدن نظامیان بیشتری می شود. این جنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با بیان اینکه ورود به جنگ زمینی هوایی و دریایی علیه حزب الله لبنان نیست یک جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد افزود ایران نیز به جنگ خواهد پیوست را ما با حمله به کنسولگری ایران در سوریه ایران را به دشمن اساسی خود در هر گونه حادثه تبدیل کردیم بریک همچنین نبرد کنونی چند گروه محور مقاومت با رژیم صهیونیستی را یادآور شد و گفت که در صورت وقوع جنگ گسترده بیش از چهار هزار موشک و پهپاد از لبنان این رژیم هدف قرار خواهند داد. ممنونیم از اینکه چه پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید.